هم دیگر رو در سال نو هنوز ندیده بودیم. میخوام اولا تسلیت خودم رو به مایک فیتزپاتریک، عضو سابق کنگره که از دوستان نزدیک من بود، بفرستم و به خانوادش و بچه هاش. یکی از بهترین و مفیدترین اعضای کنگره ما بوده آقای فیتزپاتریک. خیلی از شما سوال های مختلفی دارید درباره خاورمیانه که به بعض از این سوال ها جواب خواهم داد، ولی قبل از اون میخوام که تسلیت بگم به مردم استرالیا برای رویدادهای دردناکی که در روزهای اخیر به کشته شدن و از دست رفتن سرمایه ها و دارایی های اونها منجر شده. مردم آمریکا در دعاهای خودشون اونها رو به خاطر خواهند داشت و همینطور میخوام که تقدیر کنم از آتش نشانان آمریکایی که در کنار همکاران استرالیشون دارن در مبارزه با آتش در اطفاء حریق کمک میکنن. من از استرالیا خاطرات خیلی خوبی دارم و خیلی خوشحال هستیم که میتونیم به اونها در زمان نیازمندیشون کمک کنیم. اما در داخل وزارت خارجه ما آقای لو هینینگ رو به دپارتمان هنگ کنگ، ریاست این دپارتمان منصوب کردیم و مسیر درست برای هنگ کنگ همونطوری قبلا گفتم اینه که حزب کمونیست چین به تعهداتی که به هنگ کنگ از طریق سازمان ملل در اون بیانیه مشترک متحد شد، همچنان به اون بیانیه متحد بمونه و آزادی‌های مردم هنگ کنگ رو که بقیه مردم چین متأسفانه ازش برخوردار نیستن بهش احترام بگذاره. مقام‌های حزب کمونیست چین باید آزادی‌های بنیادی و حقوق بشر مردم هنگ کنگ رو و درجه بالای خود مختاری هنگ کنگ رو بهش احترام بگذارن. در افغانستان بخشی از اون درگیری که در افغانستان وجود داره نیاز به توجه بیشتری داره و اون مربوط میشه به دخالت جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی خودداری کرده از اینکه به اجماع جهانی برای صلح در افغانستان بپیونده و همین امروز هم شاهد هستیم که با حرکت‌های خودش در سطح جهان و با حمایت از نیروهای شبه نظامی مخل نظم جهانی است. جمهوری اسلامی نه فقط از این شبه نظامی کمک حمایت میکنه، بلکه با مولا دادالله، با گروه طالبان، با شبکه حقانی، با همه اینها در ارتباط هست و این ارتباط ایران با این شبکه ها تنها به ضرر روند صلح در افغانستان خواهد بود. اما در نیمکره خودمون در مورد ونزوئلا میخوام به خوان گوایدو به عنوان رئیس انتخاب او به عنوان رئیس مجلس ونزوئلا تبریک بگم. انتخاب مشروع او در ونزوئلا شاهد بودیم که سرکوب نخواهد توانست که مانع از رسیدن مردم به حقوق خودشون و به آزادی اونها بشه و همه احزاب سیاسی ونزوئلا با هم جمع شدن و از آقای گوایدو حمایت کردن و ما هم به او تبریک میگیم و حمایت خودمون رو از ونزوئلا و همه ملت‌های دوستدار آزادی در جهان ادامه خواهیم داد. ما از مردم ونزوئلا حمایت میکنیم چون معتقد هستیم که نیمکره غربی باید نیمکره از آزادی باشه برای همه. همچنین میخوام تاکید کنم بر روی دپارتمان وزارت خارجه ما که به سمت و سازمان کشورهای آمریکای لاتین این که تلاش‌های زیادی کرده برای رسیدن و به این هدف و برای اینکه در این منطقه دموکراسی، حقوق بشر و توسعه و همینطور پیشبرد حقوق دموکراتیک مردم بهش توجه بشه. اما در همین رابطه آزادی اساسی میخوام از شورای نمایندگان بحرین تقدیر کنم که اونها در این بیانیه اخیرشون ابراز نگرانی کردند از شرایطی که مسلمانان اویغور در چین دوچارش هستند و اعضای این مجلس نمایندگان بحرین این قضیه رو به رسمیت شناختند. چین علیه نیروهای قومی قزاق، اویغور و دیگران در استان سینکیانگ حقوق بشرشون رو نقض میکنه. همچنین لیگ عرب، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی هم این حرکات دولت چین رو که بخشی از جنگ گسترده تر حزب کمونیست چین علیه مذاهب هستند رو تقبیح کردند. اما
امروز در وایت هاوس میخوام که در کاخ سفید میخوام بگم که معاون ما برای معاون وزارت خارجه آمریکا به شرکت به همراهی او ما با اعضای اتحادیه اروپا با این 28 عضو اتحادیه اروپا ملاقات خواهیم کرد. این رویدادیه که هر 6 ماه یک بار برگزار میشه و اهمیتش اینه که این بار دارن وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره ایران صحبت میکنن و ما میخوایم که درباره مسائل مورد علاقه هر دو طرف با همتایان اروپایی خودمون صحبت کنیم. مطمئناً بحث ایران و عراق در روزهای اخیر توجه زیادی رو برانگیخته و میخوایم که در این باره صحبت کنیم، اما درباره سوریه، کره شمالی هم صحبت خواهیم کرد. میخوام از سفیرمون جان بس تشکر کنم که هم به عنوان مدیر سابق CIA و هم به عنوان سفیر ما در کابل خدمات بسیار شایانی انجام داده و یک متفکر استراتژیک ما بوده و افغانستان رو خیلی کمک کرده که بره به سمت یک آینده دارای صلح و آینده روشن‌تر برای افغانستان، برای مردم افغانستان. و میخوام به سفرهای جدید خودمون تبریک بگم که از اواخر نوامبر کار خودشون رو شروع کردن. خوشحال هستم که سفرهای مثل شما رو در کادر دیپلماتیک ما شما داریم. حالا میخوایم چند تا سوال رو پاسخ بدیم. سال نو شما مبارک آقای وزیر. من میخوام چند تا سوال بپرسم از شما. اولین اینه که همچنان سوالهایی داریم درباره نحوه عملیاتی که انجام شد برای کشتن جنرال سلیمانی. آیا ممکنه که مشخص‌تر به ما بگید که این حمله چقدر قریب الوقوع و قابل پیش بینی بود و چه اتفاقی افتاد؟ و نکته دوم، چرا به آقای وزیر خارجه ایران ظریف اجازه حضور در سازمان ملل داده نشده؟ و آخر، وضعیت در ایران، فکر می‌کنید که آیا وضعیت ایران منجر شد که شما در کانزاس کاندیدای کنگره نشید؟ خب سوال شما آخری اصلا ما آسان‌تر بود. نه هیچ ربطی نداره. من تا زمانی که پرزیدنت ترامپ به من علاقه داشته باشه در خدمت او خواهم بود و بنابراین نمیتونید که من رو به ثابت قدم نبودم متهم کنید. اما سوال بعدی شما، ما درباره مسائل ویزا ابراز نظر نمی کنیم. این مربوط به دپارتمان ویزای ما میشه. سفر آقای ظریف به ایالات متحده، ما همواره در این باره با تعهدات خودمون در چارچوب پروتکل سازمان ملل متحد بودیم و همچنان این کار خواهیم کرد. اما درباره این سوال بحث اطلاعات و اینکه چقدر این حمله قابل پیش بینی بود، من باز هم باید بگم هر وقتی که پرزیدنت ترامپ یک تصمیمی با چنین اهمیتی انجام میده، تصمیمی با چنین اهمیتی میگیره، قطعات مختلفی از این پازل هستن که به او ارائه میشن و او با بهترین اطلاعات موجود از جامعه اطلاعاتی ما و از تیم‌هایی که در میدان حضور دارن بهترین تصمیم رو میگیره با توجه به خطرهای نهفته در اون، فرصت‌ها و خطرها. و ما میتونستیم به روشنی ببینیم که نه فقط سلیمانی، همه کارهایی که ما بارها ذکر کردیم، قتل عام‌ها در سوریه، نابودی کشورهایی مثل سوریه، لبنان و عراق و نقض حق حاکمیت این کشورها، نقض حق اون کشورها برای تعیین سرنوشت خودشون، همه اینها کارهای سلیمانی بود. و ما دیدیم که همچنان داشت ادامه میداد به کمپین تروریسم خودش در منطقه. دیدیم که چه اتفاقی افتاد در پایان سال گذشته در دسامبر که در نهایت به مرگ یک شهروند آمریکایی انجامید. بنابراین اگر ببینید همه این قطعات رو، همه این المان‌ها رو می‌بینید که در نهایت داشت می‌برد رو به اون سمت و بعد اضافه بر اون، در نهایت ما بعد به اون اضافه کنیم فعالیت‌های خودمون رو علیه این شخص که شبکه‌ای از تروریست‌هایی رو که میتونست به مرگ بسیاری بسیاری آمریکایی‌های دیگر منجر بشه داشت کنار هم می‌چید. و بنابراین این یک کار عالی بود که ما انجام دادیم و پرزیدنت ترامپ یک تصمیم و یک رویکرد کاملا مشروع و قانونی و مناسب رو گرفت که این کاملا منطبق با استراتژی ما بود برای مبارزه با اقدامات خطرناک ایران.
دو سوال اگه اشکال نداشته باشه. وزیر خارجه ایران ظریف در یک مصاحبه گفته که سلیمانی یک ماموریت دیپلماتیک رو داشت این دیدار از عراق انجام میداد و آمریکا خواست او رو بکشه. این یک تروریسم دولتی است و پرزیدنت ترامپ آماده است که جنایت‌های جنگی مرتکب بشه و ایرانی ها رو خشمگین کرده. سوال بعدی من اینه، پرزیدنت ترامپ گفته که ممکنه که به سایت های فرهنگی ایران حمله بشه، آیا این واقعیت داره؟ بیانیه ظریف، مصاحبه ظریف، اولین بیانیه‌اش که سلیمانی داشت به بغداد میرفت به عنوان یک ماموریت دیپلماتیک، آیا هیچ کس اینجا باور میکنم چیزی رو؟ در هیچ برهه‌ای از تاریخ آیا همچین اتفاق افتاده که این مرد مهربان، این دیپلمات عالی و ماهر مشغول انجام ماموریت صلح بوده؟ بعضی از شما همینجا دارین میخندید. ما میدونیم که این صحت نداشت و ما تاریخ او رو میدونیم، کارنامه او رو میدونیم و میدونیم که در اون نه در تاریخ صحت داشته و نه در اون لحظه خاص. و بیشتر چیزی که شما دارین تدبیرا بهش اشاره میکنید تکست های او، اس ام اس های او یا ایمیل های او بود که در واقع پروپاگاندای ایرانی است. ما این دروغ ها رو بارها شنیدیم. هیچ ماموریت دیپلماتیکی در کار نبوده. من این داستان شنیدم که آره او رفته بود اونجا که نماینده یک ماموریت صلح سعودی بوده. من با همتایان سعودیم صحبت کردم و میتونم به شما اطمینان بدم که چنین اتفاق نیفتاده و او پیامی از جانب سعودی ها برای اونها، برای عراقی ها نبرده بود. نکته دیگر شما درباره سایت های فرهنگی، اماکن فرهنگی، من یک شنبه گفتم، باز هم دوباره تکرار میکنم، تمام هدف هایی که بررسی شده، تمام تلاش ها بر این بوده که در چارچوب قانون بین الملل باشه. من روی این پروژه کار کردم و خیلی مطمئن هستم نسبت به اون. ما در سال انتخابات هستیم آقای وزیر و شما الان با دو بحران بالقوه هسته‌ای مواجه هستید، با ایران و آیا خوشبین هستید که هیچ کدوم از این دو بحران حل خواهد شد یا اینکه ممکنه که وضعیت از کنترل خارج بشه؟ درباره عدول ایران از تعهدات خودش در چارچوب برجام، آیا الان زمان رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کوتاه‌تر شده یا بلندتر شده؟ درباره بحث بریک‌آوت، زمان بریک‌آوت یا رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای، من به کارشناسان واگذار می‌کنم اظهار نظر کنن، اما پرزیدنت ترامپ خیلی صریحا گفت که ایران به سلاح هسته‌ای دخل نخواهد یافت. وقتی که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شد، ایران روی مسیر رفتن به سلاح هسته‌ای بود، اما ما اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اما درباره سوال اول شما که یک مقدار گسترده‌تر بود، کاری که پرزیدنت ترامپ داره انجام میده استراتژی او برای امنیت ملی ماست، چه در ارتباط با ایران، چه در ارتباط با کره شمالی، و شاهدش بودیم در 3 سال گذشته. ما ایران رو در موقعیتی قرار دادیم که هرگز در چنین موقعیتی نبوده. الان باید انتخاب‌های سختی رو بکنه یا باید همچنان این گروه‌های شبه نظامی غیرقانونی خودش رو تامین مالی کنه، همچنان باید برنامه موشکی خودش رو ادامه بده. ما دولت ما یک موضع متفاوتی داشته نسبت به دولت قبلی. ما به سمت صلح حرکت میکنیم، استراتژی ما متفاوت هست و تا اینجا موفق بودیم. ما در نهایت موفق هستیم، فکر میکنیم که موفق خواهیم بود و ایران رو وادار خواهیم کرد که مثل کشور نرمال رفتار کنه در ارتباط با برنامه هسته اونها و تهدیدهای اونها علیه آمریکایی ها و متحدان ما. وظیفه ما اینه که متحد آمریکا و متحدانش رو، ایمنیشون و امنیتشون رو حفظ کنیم. در ارتباط با کره شمالی که پرسیدید، هنوز امیدوار هستیم که قادر خواهیم بود که بریم به سمت مثبتی. در دسامبر شنیدم که در نهایت چه اتفاقی ممکنه بیفته، چیزایی شنیدیم که هنوز اتفاق نیفتادن. ما همچنان روی مسیر مثبتی هستیم و می‌خوایم که به سمت خلع سلاحی که کیم جونگ اون قولش رو داده بود در گذشته حرکت کنیم. دو سوال کوتاه درباره حمله به کشتن سلیمانی. از زمانی که دولت ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرد، حدود 2 سال پیش، دولت ترامپ بارها گفته که داره به سمت یک سیاست فشار حداکثری رو دنبال میکنه. سوال اول اینه که آیا عملیات کشتن سلیمانی بخشی از این فشار حداکثری بوده؟
دومیش اگه هر دو سوال رو با هم بپرسید، تا اونجا که شما اطلاع داشته باشید، آیا هیچ مشورت حقوقی، مشاوره حقوقی در انجام شد و در قوه مجریه برای جنبه‌های قضایی این حمله به سلیمانی، کشتن سلیمانی قبل از انجام این عملیات؟ من در این باره به بقیه واگذار می‌کنم که باید بگم که اینو باید بگم به شما که هرگز من ندیدم که در این دولت کنونی ما چنین عملیاتی با چنین ابعادی، هرگز بدون یک بررسی جامع و کامل جنبه‌های قانونی و همه جنبه‌های اون انجام شده باشه. طبیعتاً تمام گزینه‌ها و تمام ابعاد قضیه به رئیس جمهور آمریکا قبل از انجام عملیات ارائه میشه و او بر اساس اونها تصمیمش رو می‌گیره. بنابراین اطمینان دارم که چنین اتفاقی افتاده، اگرچه در این مورد مشخص اطلاعات مشخص ندارم. اما دوم، درباره هدف و دامنه سیاست فشار حداکثری پرسیدید. اون یک این سیاست ما یک مؤلفه دیپلماتیک داره، یک مؤلفه اقتصادی داره و یک مؤلفه نظامی داره. و چیزی که در این یکی دو سال اخیر شاهد بودیم، از زمان سال 2019 که ما از برجام خارج شدیم، شما دیدید که ما با انرژی زیاد و با استمرار و مصمم این رو اجرا کردیم، این سیاست رو، و ما در این زمینه به شرکای خودمون متکی بودیم، نه فقط سه کشور دیگر اروپایی عضو برجام. ایالات متحده الان می‌بینه که ناپایداری و بی‌ثباتی خاورمیانه متکی هست و متمرکز هست روی جمهوری اسلامی ایران، و ما بنابراین سعی کردیم که جمهوری اسلامی رو منزوی کنیم. بحث اقتصادی هست، ما صدها تحریم رو علیه ایران وضع کردیم و الان جمهوری اسلامی نمیدونه که حتی چطور میتونه که سال 2020 رو به سلامتی به سر کنه، و اینها باز نتیجه مستقیم فشاری است که ما روی این رژیم گذاشتیم. و بعد نه فقط در این یکی دو هفته اخیر، ولی در طول سال گذشته دیدید که مؤلفه امنیتی این فشار حداکثری چجوری کار میکنه. ما با هم متحدان خودمون کار کردیم، اطمینان حاصل کردیم که اماراتی ها، سعودی ها و دیگران آماده هستند که اگر ایرانی ها بخوان باز انتخابی کنن که برای مردم ایران بد باشه، بتونن پاسخش رو بدن. و باز دیدیم که از نظر تاکتیکی ما چطور چند روز گذشته با پرزیدنت ترامپ پاسخ که تصمیم بد ایران رو دادیم، وقتی که تصمیم گرفت که یک شهروند آمریکایی رو بکشه. آیا کشتن سلیمانی بخشی از سیاست دولت برای فشار حداکثری بود؟ آیا ایرانی‌ها در محاسبات خودشون باید این رو لحاظ کنند که آیا در آینده همچین اقداماتی ادامه خواهند یافت به عنوان بخشی از فشار حداکثری؟ پرزیدنت ترامپ خیلی رک و سریع در فلوریدا گفتش که ریسک هایی هست، خطراتی هست، ولی ما عمیقا آگاه هستیم نسبت به اونها، همه عملیات، همه آمادگی های لازم رو انجام خواهیم داد، و اگر ایرانی ها تصمیم بدی بگیرن ما به اون پاسخ خواهیم داد، همونطور که در این مورد پاسخ دادیم. و این پیامی است که ما به ایران میفرستیم درباره محدودیت هایی که بر این رژیم وضع خواهیم کرد تا دوباره جان آمریکایی ها رو به خطر نندازه. در نهایت همه بحث بر سر حفظ امنیت آمریکایی هاست و جان آمریکایی هاست. ما نه فقط اتفاق هفته پیش، بلکه استراتژی داریم که هدفش حفظ جان آمریکایی هاست. من نسبت به اون اطمینان قاطع دارم. یک سوال دیگر میتونم بگیرم؟ بفرمایید خانم. سوال درباره بحث سایت های اماکن فرهنگی. برای اینکه پرزیدنت ترامپ بعد از اینکه شما در این باره صحبت کردید در روز در اون تاک شو روز یک شنبه و گفتش که اگر اونها میتونن که مردم ما رو بکشن و ناقص کنن و بمب بگذارن، باز وزیر از اون طرف وزیر دفاع اسپر گفته که این چند فرمانی رو بهش ازش اطاعت نخواهد کرد. بنابراین من میخوام بگم آیا شما هم باز در این باره اظهار نظری میخواهید بکنید؟ ببینید شما، من چیزی که گفتم خیلی رک و سریع بود روز یک شنبه و الان هم باز دارم میگم، خیلی روشن گفتم تمام کارهایی که ما خواهیم کرد همسو خواهد بود، در چارچوب قانون بین الملل خواهد بود. اجازه بدید که به شما بگم که کی به سایت های فرهنگی بیشتر ضرر زده. این ایالات متحده نیست، این آیت الله هستند، اونهایی که آزادی های مذهبی رو از مردمشون دریغ میکنن.
اونایی که اومدن و فرهنگ ایران رو خدشه‌دار کردن، تعطیلات ایران رو، جشن‌های باستانی ایرانی، جشن‌های کوروش و جشن نوروز رو اومدن و شکوفایی اونها رو، ادامه اونها رو مختل کردن. اگر شما در این قضیه نگاه کنید، دشمنی با فرهنگ از ایالات متحده آمریکا نمیاد، بنابراین در این باره اشتباه نکنید. خیلی متشکرم از همه شما.